بازی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه کوبیده مرغ هستش. کباب کوبیده یکی از غذاهای مورد علاقه ایرانیان هستش. در این حال یکی از غذاهای پرطرفدار و خوشمزه ایرانیه که به عنوان کباب خانگی شناخته میشه. این کباب خوشمزه همون کباب کوبیده معروف ایرانیه که به جای گوشت قرمز از گوشت مرغ استفاده میشه و یک انتخاب هست برای افرادی که نمیتونن از گوشت قرمز استفاده کنن اما میخوان کباب کوبیده رو در فهرست غذایی خودشون داشته باشن. مواد مورد نیاز برای 3 نفر: ران و سینه مرغ 1/2 کیلو، جعفری خرد شده 2 قاشق غذاخوری، پودر سوخاری 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 1 عدد، سیر 2 حبه، 2 عدد پیاز متوسط، 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو ترش، پودر سیر، پودر پاپریکا، پودر فلفل قرمز و پودر تخم گشنیز و زردچوبه، هر کدوم از اینا 1/2 قاشق چایخوری و نمک به میزان لازم. ران و سینه بدون استخون مرغ رو دوبار باید چرخ بکنیم. بار دوم و سیر رو با رنده ریز رنده می کنیم. آب سیر و پیاز رنده شده رو می گیریم و اضافه می کنیم به گوشت مرغ چرخ شده. که دوبار چرخشون کرده. بعد از این مرحله میایم زعفرون دم کرده، یک عدد تخم مرغی که داشتیم، جعفری خرد شده، آب لیمو ترش تازه، پودر سیر، پودر پاپریکا، پودر فلفل قرمز و پودر تخم گشنیز رو اضافه میکنیم همراه با زردچوبه و نمک و این مخلوط رو حدود 5 دقیقه ورز میدیم. بعد از اینکه 5 دقیقه ورز دادیم روش تلفن میکشیم و 1 ساعت میذاریم توی یخچال بمونه. بعد از 1 ساعت از یخچال خارج میکنیم، پودر سوخاری رو اضافه میکنیم بهش، دوباره 5 دقیقه ورز میدیم. بعد از ورز دادن دستمون رو با آب سرد خیس میکنیم، مقداری از مواد رو ور میداریم به خاطر خیس میکنیم که مواد به دستمون نچسبه. سر تهش رو میبندیم، با دستمون شکل میدیم.
از اینکه به سیخ کشیدید داخل مایتابه قرار میدید که از قبل چرب شده و روی حرارت قرار میدید. حرارتتون باید متوسط باشه و حدود 5 دقیقه سرخشون میکنید. شما این کباب رو میتونید روی زغال چوب هم درستش کنید. یک دقیقه آخر میان روی کباب ها رو کره و زعفران دم کرده میمانیم روشون برای که خوش عطر بشه. کوبیده مرغ آماده شد. شما این کوبیده رو با برنج یا با نون میتونید سرو کنید. امیدوارم این ویدیو مورد استفاده واقع بشه. خوشحال میشم کانال نارگول رو سابسکرایب کنید، به اشتراک بذارید و لایک کنید. ممنون و متشکرم.